آراد برندینگ، راهی به سوی ثروت. به نام خدا. با عرض سلام و احترام خدمت همه شما بزرگواران، من هادی امرا هستم و میخوام تو این فایل صوتی در مورد انتخاب محصول و تخصص داشتن در محصول انتخابی توضیحاتی رو خدمتتون ارائه کنم. ببینید، برای اینکه به مجموعه آراد به عنوان تاجر همکاری کنین، یا تاجر هستین و میخواین تو صادرات کار تجارتتون رو انجام بدین، اینو یادتون باشه که اولین قدم انتخاب محصوله، که اونم باید تو کمترین زمان ممکن و تو در کوتاه‌ترین زمان ممکن با مشاورین ما به جمع‌بندی برسیم. چون انتخاب محصول اولین قدم و مهمترین قدم برای شروع تجارته و شما میتونین به کمک مشاورین ما تمام ظرفیت‌های محصول انتخابی رو آنالیز کنین و ببینین چه پتانسیلی داره برای بازار داخل و یا بازار صادراتی. همونطوری که گفتم، انتخاب محصول اولین قدم و مهمترین قدم برای شروع تجارته و اینو باید مد نظر خودمون قرار بدیم که تجارت محصولات مختلف با هم فرق داره. مثلا تجارتی که شما تو محصولات بسته‌بندی یا فله می‌کنین، هر کدومش به یه شکله و یه سودی که از فروش دستگاه‌ها به دست میارین با سودی که از فروش خشکبار به دست میارین متفاوته. پس انتخاب محصول خیلی جدی بگیرین، چون خیلی مهمه، و اگه تو انتخاب محصول اشتباهی توسط شما شکل بگیره باعث میشه که ضرر کنین و در دنیای تجارت ضرر تعریف دیگه ای داره که شما بر اساس زمان و سرمایه‌ای که میگذارین آیا اون سود دلخواه میرسین و فقط فروش براتون مهمه؟ اگر در اون زمان و اون سرمایه‌ای که گذاشتین به اون سود دلخواه نرسین، شما در بازار تجارت ضرر کردین. پس واسه همینه که ما تو مجموعهمون شعارمون اینه و تأکید میکنیم که مهمترین قدم و اولین قدم انتخاب محصوله. حالا میخوام واسه تون توضیح بدم که برای یک انتخاب محصول خوب چه معیارهایی رو باید مد نظر خودمون قرار بدیم. یکی از اون معیارها تخصصه، یعنی تخصص داشتن در محصول انتخابی. تو کشور ما با آنالیزی که تیم پشتیبانی شرکت آراد انجام دادن متوجه شدم بیش از 10,000 محصول وجود داره و تاجران ما همکنون نزدیک به 1,000 محصول رو دارن به عنوان تجارت یا صادرات کار میکنن و به همین عدد ارقام اگه توجه کنیم تقریبا 9,000 محصول دست نخورده وجود داره. پس ما هممون نیاییم اصرار کنیم برای اینکه حتما محصول یا انتخاب کنیم که سود خوبی داره. مثلا هممون بگیم پسته یا زعفرون، بریم سراغ این دوتا چون صادراتش مشخصه و سودش مشخصه. این اشتباهه و مشاورین ما برای همین تأکید دارن برای اینکه توی انتخاب محصول دقت کنین تا در دنیای تجارت ضرر نکنین. حالا بگیم چرا تخصص مهمه؟ ببینین، اگر مشتری با شما تماس بگیره در مورد یک محصولی که انتخاب کردید، اصلا بیام اینجوری واسهتون توضیح بدم، دو نفر با هم دیگه یک تجارتی رو شروع میکنن، مثلا تجارت خشکبار، یکیشون به عنوان متخصص وارد میشه و یکیشون به عنوان با نگاه این که این محصول سود خوبی داره و با هر کدومشون مشتری هایی تماس میگیرن. اونی که تخصص داره مطمئنن میتونه بر اساس تخصصی که داره توی اون محصول مشتری خودش رو قانع کنه و بتونه محصولش رو با قیمت دلخواهش بفروشه. ولی اونی که تخصص نداره، حتی اگه 100 مشتری هم باهاش تماس بگیرن، نمیتونه توضیحات خوبی بابت اون محصولی که داره ارائه میده به مشتری بده تا مشتری بهش اعتماد کنه. و برای این که تو این پروسه ضرر نکنه، میاد قیمتش رو میبره پایین تر تا بتونه با بقیه وارد رقابت بشه
و بردن قیمت پایین ضرره تو تجارت. شما باید محصولی رو انتخاب کنین که توش تخصص دارین و داشتن تخصص باعث میشه سود بیشتری ببرین تو زمان کمتر. ما تو مجموعه آراد به کمک مشاورینمون این تخصص رو در اختیارتون میذاریم و اگر در محصولی متخصص نیستین سراغش نریم. همه ما آدم ها در چیزهای خاصی تخصص داریم، پس بیاییم تمرکزمون رو بذاریم رو اون محصولی که میتونیم توش متخصص باشیم تا بتونیم در بازار تجارت تاجر موفقی باشیم. تأکید میکنم در زمانی که میذاریم و در سرمایه‌ای که میذاریم باید به سود خوب برسیم. اگر در زمان طولانی و سرمایه زیاد به یک سودی برسیم ما ضرر کردیم و هیچ وقت تاجر موفقی نمیشیم. با امید اینکه همه ماها یک روزی تاجر موفق باشیم و بتونیم به همدیگه تو این راه کمک کنیم. آرزوی سربلندی و پیروزی برای همتون دارم. موفق باشید. فروش داخلی و صادراتی خود را به ما بسپارید.